هنرنمایی دو جوان گلستانی با تلفیق هنر و طبیعت با هدف حفاظت از موجودی ارزشمند در طبیعت دریای خزر. نمایشگاه حفاظت از نسل فوک خزری در گرگان. فوک طلایی رو داریم که نماد ارزشمند بودن این موجود برای طبیعت دریای خزر هست. تمام معضلات رو به نوعی روی این فوکایی که توی نمایشگاه به صورت حجم نشون دادیم به نمایش گذاشتیم. فرصت دیگری برای ادامه حیات فوکهای خزری این بار به جای دریا در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، اون هم با تلفیق هنر و طبیعت. واقعیت مهم از زبان خانم لنی هارت، رئیس مرکز درمانی تحقیقاتی فوک در هلند. فوک خزر به این خاطر مورد توجه ماست، خاطر که در انتهای زنجیره غذایی هستن. اگر آسیب ببینن مشخصه که سلامت یک اکوسیستم به شدت در معرض تهدیده. علی مراد حاجیف استاد دانشگاه اکولوژی داغستان روسیه به ایران اومده تا نهضت حفاظت از فوک‌های خزری رو در کشورش روسیه ادامه بده. سفرشون به ایران به این خاطر بوده که آموزش ببینن و دیداری داشته باشن از نحوه کار ما و این رو انتقال بدن در کشورشون. شاید هنرنمایی این دو جوان گرگانی آلامی برای دردهای پنهان خزر و چاره‌ای برای حفاظت از زینت خزر باشد و همسایگان این دریا هم وظیفه‌شان را بدانند. فوک این تنها دردانه بزرگترین دریاچه جهان برای ادامه حیات خودش نیاز به مشارکت و همدلی ساحل‌نشینان 5 کشور حاشیه دریای خزر را داره. سید محمد رضا شیرنگی، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.